دوباره برگشتیم عزیزان بیننده و همچنان جا داره که یادآوری بکنم ما در قسمت قبلی برنامه دکتر صاحب معزز دکتر صاحب سلیمان مشعل با ما بودن و در ارتباط با کیفیت و کنترل تست‌های لابراتواری با ما صحبت بسیار دقیق داشتن و همچنان مشخصا ما روی تست جی تی تی نزد مادران باردار صحبت داشتیم. انشالله که برای شما مفید واقع شده باشه و همچنان در این قسمت برنامه دکتر صاحب معزز دکتر صاحب تمیم انصار با ما هستند که ایشان فارمسست هستند و پیرامون استفاده معقول از ادویه ها با ما صحبت های خود داشتن. سلام دکتر صاحب، صبحتان بخیر. با عرض سلام ادب خدمت شما و خدمت تمام بینندگان عزیز ارجمندتان، امیدوارم صبح خوب و خوش را شما همکارایستان و تمام مردم عزیز ما آغاز کرده باشند و لباس عافیت بتن نشه باشن. سلامت باشین دکتر صاحب و همچنان چی خوب است که در ارتباط با موضوع برنامه صحبت بکنیم که استفاده معقول ادویه ها یعنی چی؟ استفاده کردنش طریق نحو درستش چگونه هست؟ بر اساس سازمان صحی جهانی یا WHO زمانی که میایم روی استفاده معقول ادویه صحبت میکنیم یک مسئله بسیار اساسی است که امروزه با استفاده از این مسئله میتونیم مشکلات زیاد صحی را حل کنیم و بسیار به سادگی بتونیم روند تداوی را کنترل کنیم. بر اثر از او میگن استفاده معقول ادویه یا استفاده معقول دوا رساندن ادویه به مریض، رساندن دوا به مریض نظر به نیازمندی کلینیکیش است. نظر به نیازمندی کلینیکی به چی معنا؟ به این معنا که مریض نیاز داشته باشه به ادویه. به نظر به اعراض کلینیکیش است. شخص تشخیص شده مشکلش، بعضی که تشخیص شده دکتر صاحب متخصص برش دوا نشان میکنه، چون اعراض کلینیکی در نظرش ایجاد داره و شخص نیاز داره تا دوباره اون مو حالت پاتولوژیکی که در بدنش ایجاد شده، حالت مریضی که در بدنش ایجاد شده، او حالت تعدیل بده به حالت فیزیولوژیکی، یعنی دوباره سیستمش به حالت اولی برگرده. پس به علت از اون ما میگیم رسیدن ادویه به مریض به اثر نیازمندی کلینیکی. بله. ایده اینجا خلاص نمیشه. نیازمندی کلینیکی به مقدار مناسب. بله. باید ادویه به اساس امراض کلینیکی که میرسه بر مریض مقدارش مناسب باشه. چه مقدار؟ مقدار دوا برای چه مقدار است؟ 10 میلی گرامش، تابلت اگه داریم 100 میلی گرام، 50 میلی گرام، 200 میلی گرام، 0.5 میلی گرام یا شربت ها را اگه داریم یا کپسول ها را داریم، هر کدومش یک مقدار معین داره. دقیقاً. بر لوزو بر مدت معین هم باید باشه. بله بله. یعنی زمانی که دوا رو تطبیق میکنیم تنها مقدارش مهم نیست، تنها این نیست که نیازمندی داشته باشه، باید که مقدار معین ادویه هم مد نظر گرفته و مدت ادویه برای چند روز بگیرن. کورس تداوی داریم ما، کورس تداوی برای چند روز باشه؟ کورس تداوی ما برای یک روز، برای دو روز، برای یک هفته، برای 15 روز، برای 6 ماه، برای یک سال، برای تمام حیات خود تا ادامه حیات خود باید بگیرن. این برنامه کورس تداوی میشه و همچنان باید قیمت هم مد نظر گرفته شد. پایین ترین قیمت، پایین ترین قیمت هم باید استفاده معقول میره میگن. میگه یک دوای مناسب بر یک شخص مناسب با یک دوز مناسب بر یک مدت مناسب با قیمت پایین. یعنی تداوی باید قیمتش پایان بر مریض تمام شوه تا مریض دلچسپی پیدا کنه دوا را بگیره و از اینه بالا برش تاون نشه. و همچنان بر شخص و جامعه کدام مشکل دیگه را خلق نکنه، ما ایره به نام استفاده معقول یا استفاده درست از دواهایت میکنیم که بر اساس سازمان WHO در سال 18 در سال 1985 این تعریف را برش ایجاد کرده. بسیار عالی. خب دکتر صاحب چه خوب است که در ارتباط با این هم صحبت بکنیم که اگر یک ادویه به شیوه درست و معقولش استفاده نشه کدام عواقب و یا هم کدام مشکلات را به بار خواهد آورد؟ مشکلات اساسی را که به وجود میاره سبب میشه که سیستم سی ناکارا شوه. بله. یعنی که سیستم سی ما کارآمد دیگه نباشه. دوا وقتی که استفاده خوبتر صورت نگرفت یا استفاده درست صورت نگرفت از ادویه عدم اعتماد مریض ایجاد میشه. مریض به دوا یا به تداوی دیگه اعتماد نمیداشته باشه، مثل که امروز ما شاهد بسیار زیاد شدیم. دقیقاً. مریض اصلا توجه نمیکنه به تداوی خود. چرا؟ چون عدم به اعتمادی ایجاد شده. بله. سیستم سی ناکارا شده و عدم اعتمادی ایجاد شده. دیگه افزایش عوارض جانبی است. اگه دوا به صورت درست استفاده نشه میفهمیم هیچ دوایی نیست، هیچ دوایی نیست که عارض جانبی نداشته باشه. دقیقا. حتما دوا با خود عارضه جانبی داره. بله. پس اگه دوا به صورت معقول به صورت اساسی استفاده نشه میشه که عوارض جانبی بسیار زیاده را در قبال داشته باشه بر مریض.
برای از او هزینه انگفت است. بر مریض یک هزینه ایجاد میشه. بر سکتور سی یک هزینه ایجاد میشه. این هزینه هم یک هزینه بسیار گزاف است که بالای شخصی که تداوی میکنیم و بالای جامعه یک تأثیر گذار است. بله. تأثیرات منفی را به وجود میاره. و در آخر بعض از امراض انتانی، بعض از امراض انتانی را اگه ما بخوایم تداوی کنیم، افزایش مقاومت میکروبی است که اگر در برنامه قبلی تان یادتون باشه در مورد مقاومت میکروبی کلا صحبت کردیم که چی است. به علت از او اگر دوا استفاده معقول نشه، امراض انتانی درست تداوی نشن، به علت از او پس میشه که مقاومت میکروبی ایجاد شوه که یک حادثه بسیار وخیم رخ خواهد داد. برعلاوه از او بالاخره در قسمت اخیر، برعلاوه که در سطح زندگی مردم تاثیر میگذاره، در آخر تلفات انسانی رو خواهد داشت. یعنی مهمترین مسئله است که ما تلفات انسانی جلوگیری کنیم، مریضا را تداوی کنیم، اما اگر دوا به صورت معقول استفاده نشه، بالاخره به تلفات انسانی هم میرسه. مواجه خواهد شدیم. بله بسیار دقیقا دکتر صاحب، چه خوب است که در ارتباط با استفاده غیر معقول دوا بگوین که یک فرد و یا هم یک فارماسست وقتی دوا را میتن به نحو هر شخصی که داخل هستن، استفاده غیر معقول دوا چگونه است، چگونه غیر معقول استفاده میشه؟ ما چندین مثال از استفاده غیر معقول داریم و چندین نمونه از استفاده غیر معقول داریم. یک چیز عمده در استفاده غیر معقول ادویه به نام پولی فارمسی است. پولی فارمسی یعنی استفاده کردن چندین دوا به صورت همزمان. این نشان دهنده از است که در ادویه به صورت غیر معقول استفاده میشه. ما به خاطر حالت پاتولوژیکی که در نظم ما ایجاد شده نیاز به یک دوا یا دو یا سه دوا داریم، ولی برعلاوه از دوا چند تا دواهای دیگه در پهلوی از او هست. ایره میگیم ما پولی فارمسی. یا اشتباه است، دوا به صورت اشتباه گرفته میشه، یک دوا غیر مؤثر گرفته میشه. مریض یک چیز تشخیص شده ولی دواش چیز دیگه است، بلد از او پس این مشکل ایجاد میکنه. دقیقه. گرفتن دواها، تمایل داشتن به دواهای زرقی. ما تمایل داریم که به مجرد که یک مشکل سی بر ما پیدا میشه، زیادتر توقع داریم که پیش دکتر مراجعه کنیم که بر ما زرقیات نشته کنه و زرقیات تطبیق کنه. اگر زرقیات تطبیق کرد میگه منم دکتر بهترین دکتر. بله بله. مخصوصا در ولایت های ما شاهد از این مسئله هستیم. ما دیدیم با چندین بار با چشم سر پیش دکتر آمدن مراجعه کردن، دکتر به اساس تشخیص کلینیکی خود بعض از دوا رو نشته کرده. زمانی که نشته کرد برای دادن سیل کرده، گفته نه این دکتر نمیفهمه، این دکتر چنین چیزی اصلا نمیفهمه. به اساس از او دکتر دوباره مجبور شده که یک چند خریطه انفیوژن ها برش نشته کنه، چند تا زرقیات نشته کنه که میشه استفاده نامعقول، به علت از او پس این مشکلات ایجاد نکنه. بعض اوقات ما عدم نیاز به دوا داریم، دوا نیاز نداریم اما دوا استفاده میشه. مثلا طوری که در بعض از انتانات بسیار ساده در نزد اطفال ایجاد میشه، بهتر از بسیار خوب ما اوارس تطبیق کنیم، سبب سالات میشه در نزدشان، اوارس تطبیق کنیم تداوی میشه بسیار خوب، بسیار موثر. اما ما در این قسمت بعض از آنتی بیوتیک ها استفاده میکنیم. این آنتی بیوتیک ها بر علاوه که مقاومت میکروبی رو ایجاد میکنه، بر علاوه از او مشکلات دیگه رو بر نزد شخص ایجاد میکنه و هزینه‌اش بالاتر میشه. عدم نیاز به دواست. مثلا ما به خاطر تقویت خود احساس میکنیم که گرفتن مولتی ویتامین ها خیلی خوب است. گرفتن مولتی ویتامین ها خیلی خوب است. در هر دوایی که استفاده میکنیم در پلوش حتما یک یا دو سه قلم مولتی ویتامین استفاده میکنیم. این مولتی ویتامین غیر ضروری است. ضرورتش به اساس اعراض کلینیکی است. به اثر از اینکه تشخیص شوه و متخصص نشته کنه که اینی دوا باید گرفته شوه. اما نه، ما مولتی ویتامین ها رو فکر میکنیم یک چیز بسیار ساده است که مش نخود وار گفتم میریم استفادهش میکنیم. در حالی که نه، مولتی ویتامین نظر به مشکلاتی که پیش میایه بر از او داده میشه. پس اینی مشکلات است که در نزد شخص ایجاد میشه و دوا موثر واقع نمیشه و دوا به صورت غیر معقول استفاده میشه. دقیقاً. بسیار عالی. خب دکتر صاحب شما بسیار عالی صحبت کردن که اگر یک ادویه به گونه درست استفاده نشه چه عواقب را خواهد داشت. چه خوب است که در ارتباط با راههای جلوگیریش صحبت بکنیم که چگونه چی راه ها را در پیش بگیریم تا اینکه از استفاده غیر معقول ادویه ها جلوگیری شود. چیزی که بسیار مهم است در قسمت سکتور صحی که باید مد نظر گرفته شود، در اولین سکل سکتور صحی به خاطر از اینکه دوا به صورت غیر معقول استفاده شود یا دوا به صورت معقول استفاده شود و از غیر معقول استفاده شدنش ما جلوگیری کنیم، این است که اولین کار نسخه نویسی درست است. باید نسخه نویسی که میکنیم به روش معیاری باشه، روش معیاری نسخه نویسی باشه.
یعنی ما تشخیص کرده باشیم مریضه، بعد از اینکه مریض تشخیص شده مشکلش، بعد از اون ما یک دوای مؤثر تطبیق کنیم. دقیقا. یک دوای مؤثر تطبیق کنیم. در اون صورت ما میتونیم که مشکلات برطرف کنیم. یعنی نسخه نویسی خیلی مهم است. ما نسخه نویسی هایی که فعلا میبینیم، اکثریت نسخه نویسی ها به صورت تقلیدی هست. چگونه؟ فرضاً مؤسسه طب فارغ شده، زمانی که در دوره استاج خود رفته، میبینه که استادش برای مریضایی که مراجعه میکنن و مشکلات رو که دارن، مشکلاتشون رو میبینه و نسخه نشون میکنه. اونمون نسخه رو مؤسسه در ذهن خود میگیره. زمانی که مراجعه میکنه دوباره شخص پیش از امی مؤسسه که از دوره استاج برآمده، اون نسخه رو کپی میکنه و از اینش تام میکنه. در حالی که در توات میگیم که به صورت اساسی هیچ نسخه برای دو نفر پیچیده نمیشه. یعنی هیچ نسخه وجود نداره که برای دو نفر داده شوه عین نسخه. حتما تفاوت باید داشته باشه، حتما تفاوت داره، اما نسخه می تقلیدی نشته میشه، نسخه نویسی درست نیست. پس ما اگر نسخه نویسی رو درست بسازیم، میتونیم که جلوگیری کنیم از استفاده نامعقول ادویه. نسخه نویسی درست شه، نسخه نویسی تقلیدی نباشه. دوم، معلومات داشتن کسایی که نسخه را نوشته میکنن در مورد دواهای جدید. یک تعداد دواها بود سابق، اما فعلا نیستن. ما لیست به نام لیست ادویه اساسی داره، باید در مورد لیست ادویه اساسی معلومات داشته باشه، در مورد لیست ادویه اساسی معلومات کافی باشه. و ما لیست ادویه اساسی اصلا دکتر صاحب ممکن نوشته میکنن یک تعدادش، اصلا نفهمن ادویه اساسی هست یعنی. آیا امی ادویه که نشان میکنیم، یک تعدادش از کشورهای خارجی اگه آمده باشه نشان میکنن، آیا امی ادویه در افغانستان پیدا میشه یا نمیشه؟ آیا ادویه جواز فروش در افغانستان داره یا نداره؟ این ما نمیفهمیم. یعنی نسخه نویسی ما به اون صورت است. ما در مورد دوای جدید نمیفهمیم. مطالعات نداریم. همو چیزی که گفتم، همو چیزی که یاد گرفتیم، همو چیزی میاریم کار کرده میریم، همو چیزی انتقال داده میریم. بعض دواها از سایت طبابت برآمدن، فعلا استفاده نمیشن. اما ما فعلا ببینیم در بعض از نسخه پیدا میکنیم که اون دوا نشه شدن، اونم دواها رو درج کردن که اونم دوا باید باشن، در صورتی که بیاین مراجعه میکنن مریض نیست. پس اینی مشکل. مشکل دوم است که برلاوی نسخه نویسی درست، تقلید نسخه است. و اگر ما بتونیم نسخه نویسی رو درست کنیم، معلومات کافی را در سکتور صحی ایجاد کنیم که سکتور صحی ما همیشه معلوماتشون آپدیت شوه، بلات از میتونیم از نسخه نویسی جلوگیری کنیم. دیگه زمانی که ما این کارو میکنیم، مقدار دوا رو باید مد نظر بگیریم. دقیقاً. مقدار دوا اگر مد نظر گرفته شوه و تداوی بر مریض به صورت اساسی گفته شوه، مقدار دوا اینی مقدار از اینی زمان تا اینی زمان دوا رو بگی و بر مریض یک دلچسپی ایجاد شوه. بله. باید به مریض آنقدر با مریض افهام و تفهیم صورت بگیره در زمان توزیع دوا که کاملا مریض متعقن شوه و خود دکتر متعقن شوه که مریض تداوی را ادامه میده و مریض هم دلگرمی پیدا کنه این دوایی را که میگیرم حتما سبب از این میشه که صحت یاب شوه. با اثر از او پس ای را باید من نظر بگیرم. دقیقا. این سه فاکتور. فاکتور چهارم نظارت بر تداوی است. نظارت بر تداوی به چی معنا؟ زمانی که یک مریض به نزد یک دکتر مراجعه میکنه، زمانی که دکتر صاحب نسخه را نشته میکنن بر مریض، زمانی که دوا دوباره چک میشه بر مریض، میگه 5 روز بعد، 10 روز بعد یا شماره تماس خودم میده که با ما در تماس باش که من از جریان تداوی نظارت کنم. بله. چون از لحاظ فارمسی سطح انزایماتیک تمام افراد به یکسان نیست، متفاوت است. ما بعض از اشخاص داریم که میتابولیزم بدنشان در بعض از دواها کم است، در بعض از دوا زیاد است. به علت نژادشان فرق میکنه. دقیقاً. نژاد فرق داره، محیط جغرافیایی تفاوت میکنه، سن و سال تفاوت داره، بله. جنسیت تفاوت داره. پس تاثیرات یک ادویه بالا یک شخص دیگه متفاوت است. بله. پس به علت از او باید نظارت شوه. ببینید زمان که بعض از ادویه ها استفاده میشه، شخص 2 روز بعد یا 3 روز بعد اگه مراجعه کنه، میگه من این مشکل رو پیدا کرده. فرضاً دوا رو زمان که استفاده میکنم، یک درد شدید در قسمت گاستریک، در قسمت معده من پیدا میشه. بله. یا فرضاً دوا رو که استفاده میکنم، سرگنگسین بسیار زیاد میشه. یا دوا رو استفاده میکنم، تهوع و استفراغات در نظم ایجاد میشه.
یا دوا را استفاده میکنم سست و بیحال میشه. بله. علت از یا دوا را استفاده میکنم ضربان قلب و افزایش پیدا میکنه، فشار خونم بالا میره. بلد از او باید نظارت بر تداوی صورت بگیره. دقیقا. اگر نظارت بر تداوی صورت گرفت، ما میتونیم که عوارض جانبی دوار خیلی کاهش بدیم. دقیقا. بلد از او پس این فاکتورهایی است که میتونیم جلوگیری کنیم از استفاده نامعقول ادویه و دوار به صورت معقول استفاده کنیم. بسیار عالی دکتر صاحب، تشکر جهان سپاس و بسیار معلومات عالی ارائه کردین. بیننده های عزیز، امروز ما در ارتباط با استفاده معقول دواها صحبت میکنیم. البته قسم که شما در جریان هستین تا اینکه پیش دکتر صاحب مراجعه میکنین، تشخیص میشه، معاینات انجام میگیره، بالاخره در نتیجه مشخص استفاده از ادویه هست که خیلی مهم است، خیلی یک پوینت مهم است و همچنان چه خوب است که در ارتباط با استفاده معقولش معلومات داشته باشین. دکتر صاحب بسیار عالی صحبت کردن، فعلا هم میان برنامه کوتاه داریم، بحث ما ادامه داره. دوباره برگشتیم عزیزان بیننده و ما همچنان با خود دکتر صاحب تمیم انصار را با خود داریم که ایشان فارمسست هستند و پیرامون استفاده معقول از ادویه ها با ما صحبت بسیار عالی و دقیق داشتن. دکتر صاحب در استودیو با ما هستن، بحث ادامه میدیم. خب دکتر صاحب، چه خوب است که در ارتباط به عوامل ترویجش صحبت بکنید که چیزها سبب شده که استفاده نامعقول ادویه ترویج پیدا بکنه در کشور. استفاده نامعقول ادویه به صورت عموم چهار عامل اساسی وجود داره که سبب شده دوا به صورت نامعقول استفاده شد. اول سیستم صحی است. سیستم صحی ما تهیه و تدارک ادویه به صورت درست صورت نمیگیره. پروسه که خیلی مهم است، خیلی ضروری است، تهیه و تدارک ادویه است. دوا باید از کجا تهیه شوه؟ دوا باید از کجا، از کدام کشور تهیه شوه؟ آیا دواهایی که خود ما داریم کفایت ما میکنه؟ آیا نه، دوایی که باید از دیگر کشور تهیه شود به کدام سطح باشه؟ کیفیتش چقدر است؟ دقیقا. مسئولیتش چقدر است؟ مؤثریتش چقدر است؟ سه چیز عمده زمانی که یک دوا ساخته میشه در اون زمان مد نظر گرفته میشه. اولی دوا باید سیف باشه، دوا باید مسئول باشه. باید مسئول باشه، یعنی ضرر نرسانه. اگر تداوی نمیشه که چه باید ضرر نرسه، اولین کاری است. دوم باید دوا مؤثر واقع شود، دوا باید مؤثر باشه و سومی که دوا کیفیت داشته باشه. اما متاسفانه سیستم سیما در تهیه و تدارک ادویه مشکل داریم. یا دوا را وارد میکنیم به مقدار بسیار زیاد، اصلا نیاز نیست. بعض از دوا در دواخانه های شفاخانه ها میمونه، بعد از یک مدت او دوا عریق میشه کلا، به خاطر که تاریخش اکسپایر میشه. بلت از او. یا بعض از دواها هستن در داخل شفاخانه ها نگهداری میشن، فقط نگهداری میشن، مونده نمونجا بان این که باشه، نه به مریض داده میشه نه به رزی. بلد از این که یک مقدار مشکلات وجود داره، دوا امکان داره میگن به یک نوع دیگه از دوا از داخل شفاخانه بیرون شد و به اساس از او دوا را در کدام ها نگاه کردن. این مشکل است. تهیه و تدارک ما خیلی مشکل داره. دوایی که ضروری است نیست، دوایی که غیر ضروری است بسیار زیاد است. زیاد است. بعض از اوقات وخیم رخ میده، ما نیازمند به یک دوا هستیم، دو زمان او دوا نمیرسه. ما میگیم منتظر باشین دوا از هندستان بیه، منتظر باشین دوا از پاکستان بیه. یک موقع دوا میرسه و مریضا یا تلف شدن یا مریضا بهبود پیدا کردن یا مشکلشون شدت پیدا کرد، مریضا بخیر از کشور رفتن بیرون، اون زمان اون دوا بیه بیفایده است. دقیقا. پس سیستم سی مشکل داره. سیستم سی ما در قسمت تهیه و تدارک مشکل داره. این مشکل اگه برطرف شه میتونه که مشکلات کنه. دوم تجویز کننده های ماست، کسایی که دوا تجویز میکنه. دوا تجویز میشه یا عدم آموزش کافی دارن، آموزش کافی ندیدن در قسمت دوا، دوا را چه رقم نشته کنن، کدام قلم اول نشته شد، کدام اقلام ضروری است، کدام اقلام غیر ضروری است. ما در نسخه حتما یک قسمت برام اقلام ضروری داریم، یک قسمت برام اقلام غیر ضروری. بر مریض گفته شد که اینی اقلام ضروری است، اینی اقلام غیر ضروری است. اگر مریض توانایی گرفته تمامش نداره، حداقل اون اقلام ضروری خود بگیره. بله. همون ما نه، او را نمیگیم. و عدم آگاهی داریم ما، عدم آموزش است و آگاهی هم نداره. تجویز کننده آگاهیش هم کمتر است، آموزش درست هم ندیده، پس این میشه که دوا به صورت نامعقول استفاده شد. سوم توزیع کننده است، کسی که توزیع میکنه، کسی که به عنوان فارماسیست از در دواخانه دوا میآید،
از یک دانه شب بخو، از یک تا صبح بخو، از این وقت بخو، از این وقت خلاص شد برو بخیر. اینی رقم وقت نمیمانیم بر مریض. دقیقا دکتر صاحب، بسیار ما خود ما هم شاید با این مواجه شده باشیم که وقت ادویه بر ما تجویز میشه، اگر بپرسیم که دوز دوا چقدر است، به چی گونه استفاده میشه، خیلی به گونه سری فارمسست صاحب معلومات میتن که دو تا شب دو تا صبح دیگه. بعض از اکثر مراجعین حتی روی ایرام نداره که دوباره سوال کنه، با مو حالت میه، به حالت نفهمیدگی در خانه میمونه که ما ایره چی گونه استفاده بکنم. این هم باعث میشه که ادویه به صورت نامعقول است. گفتم مشکل نمیست، توضیح کننده ما یا علمیت کافی نداره، همون تو دقیقاً و هم دواخانه داشته، خودش در اون دواخانه بزرگ شده، بس خلاص. فقط در اون دواخانه بوده و دوار توضیح کرده، دیده که نشان میکنه یک شب یک صبح، گفته یک شب یک صبح، یک دانه چاشت یک تا چاشت. چرا؟ نمیفهمم. با کدام دلیل؟ نمیفهمم. یا اخلاق طبی نداره، بسیار برخورد زشت داره با مراجعین، با بیمار. بیمار در یک وضعیت است که باید از لحاظ روی روانی کاملا آماده تداوی شود. بله. آماده تداوی شود. اما ما کار میکنیم که مشکلش برطرف شود. برطرف نشه، مشکلش بیشتر شود. اضافه تر شود. بله، از او پس یا گفته توضیح کننده ما دانش علمی کافی نداره. بله. یا اخلاق تو بابت نمیفهمه. یا چیزی که مهم است وقت کافی نداره. بله. مراجعین خیلی زیاد است. بله، از او باید تمام مراجعین رسیدگی شود. بله، از او پس میگیم زود خلاص شود. مراجعین فقط نصفش آمده و دواش توضیح شد، بس خلاص. نه. یکی مراجعین پرسان میکنم، یک بار برش میگم فامیدی نفامیدی مربوط خودت میشه. مشوره دهی یک چیز اساسی زرده داوی، چیزی که امروز در کشورهای جهان اول خیلی روی است. مشوره دهی داوی باید مشوره دهی داوی خیلی اساسی صورت بگیره. نه. یعنی ما دواخانه میگه طور تنظیم شده که یک شخص مثلا از بیرون میایه، دوار زمان که نسخه را میگیره، نسخه یک بار خوانده شد، یک شخص دیگه بر نسخه را جمع کنه، زمان که نسخه را جمع کرد، نسخه دوباره آورده شود، همین نسخه با تمام دوا برده شود سر میز یک فارمسست، و فارمسست با مریض حداقل 2 دقیقه 3 دقیقه یا 4 دقیقه ارتباط برقرار کنه. بله. و در مورد دوا کاملا به مریض معلومات بده و مریض کاملا خاطرش جمع کنه که فامید دوار چگونه استفاده کنه. دقیقا. و دوباره سر مریض تکرارم کنه که فامیدی و برش بوی بله فامیدم. بعد از او باز میتونه که در قسمت آخر مراجعه کنه، در قسمت از این که پولش بگیرن، یعنی تا این که مشوره دهی صورت نگیره پولش گرفته نمیشه. اما اینجا برعکس، همون جا که میسنجیم اینا قدر میشه، اول میگیم اولین کاری که میکنیم میگیم اینا قدر میشه پولت. باز او بیچاره فکر میکنه که آیا دارم ندارم، یا او بیچاره پیش از پیش خود حدس میزنه دکتر که نشکده، بجای که یک قلم یا دو قلم یا سه قلم نشکده، یک دانه ورق پر کرده سر تا آخر، فکر میکنه این دوار که بگیرم خب هزینه‌شون گزاف بشه، یا نمیگیره، یا وقت هم که میگیره میگه اول امور سنجش کن. این مشکل. مشکل چهارم جامعه و مردم است. مریض و جامعه است. بله. مریض ما کلا میبینیم این حالت. مریض خودش تمایل به گرفتن دوا نداره. بله. میگه ما یک دوا خوردیم هیچ خوب نشدیم، بخاطر که آدم به اعتمادی در سیستم سی بوده. بله، نکاتی که سبب شده این فرد به این مشکل مواجه شود را ارائه کردین، گفتین. پس شخصی کار نمیکنه، یا شخص دوا را گرفته، مشکلش هم تشخیص شده، تجویز کنندم دوا را درست نشه کرده، توضیح کنندم درست برش ارائه کرده، اما خود شخص دوا را یک روز میگیره یک روز نمیگیره. دوا را تا زمانی که فکر میکنه خوب شده میگیره، اما کورس تداوی را ادامه نمیده. ما دوا رو در مدت 10 روز، 15 روز، 20 روز، مریضا 3 ماه، 6 ماه، 1 سال در تمام عمر خود باید دوا بگیرن، اما نمیکنن این کار. همون زمانی که خوب بود علایمشون که از بین رفت دیگه بر تداویش نمیپردازن، به تداوی اقدام نمیکنن، علایم از بین رفت دیگه تداوی نیاز نیست، فکر میکنن تداوی قطع شد. اکثریت میبینیم فشار خون دارن، دوای فشار خون تا خوردی مادر جان پدر جان نه نخوردین دکتر صاحب، چرا نخوردی؟ خب ما فشارم نرمال بود دیگه، سرگنگسی و رگای گردنم درد نمیکرد و بسیار نرمال بودم، هیچ احساس نمیکردم. دقیقا. پس ما دوا نیاز نبود که بگیرم. خیلی زمان که اونو چربیا رو بخورم، یکان جای مهمونی دعوت باشم، باز دوای فشار من نمیخورم. این نیست که مشکل پیدا بشه. در قسمت آنتی‌بیوتیک ها کورس تداوی داره، ما خودمون میریم پیش دکتر. دکتر صاحب یکم پول مرزرق کو درد دارم، یا مثلا این حالت برم پیش اومده، یکم اما
همون یک امپول که زخم میکنه امپول یا یک بر ما یک پیچکاری زخم میکنه یک زمان مشخص یک دانه کفایت نمیکنه باید انتانات از بین برم باید چندین تا باشه بله نیست چندین تا نیست یک تار زخم میکنه میگه خوب شدیم بس حالا گفته شما همون اعراض علائم از بین رفت دیگر نیاز به دفتر بله تشکر دکتر سیب وقت برنامه هم پوره است با عرض معذرت از وقت برنامه ما نگذره بسیار معلومات عالی و دقیق تشکر جهان سپاس سلامت باشین زنده باشین و دوستای عزیز ما امروز با خود دکتر صاحب سلیمان در بخش اول برنامه البته دکتر صاحب سلیمان ماشاءالله با خود داشتیم که در ارتباط با کیفیت و کنترل تست های لابراتواری با ما صحبت های بسیار عالی داشتن و در همچنان مشخصا در ارتباط با تست جی تی تی در نزد خانم های باردار و یا هم حامل بسیار صحبت های عالی و دقیق داشتن انشالله که براتون مفید واقع شده باشه و همچنان در بخش دوم برنامه دکتر صاحب تمیم انصار با ما بودن که ایشان در ارتباط با استفاده معقول ادویه ها بسیار معلومات عالی را کردن قسمی که میفهمین بخش مهم از تداوی یک مرض استفاده کردن از دوا هست که اگر به شیوه درستش استفاده شوه انشالله که مشکل شما حل میشه و همچنان امید که صحبت های دکتر صاحب را متوجه شده باشین این بود داشتای برنامه امروز و ما تا برنامه بعدی شما را به خداوند پاک و بی‌نیاز مسپارم الله نگهدار